سلام خوش اومدیم به جلسه بعد دوره آموزش کار با وردپرس بعد تقریبا یک ماه برگشتیم با ادامه دوره دلیلش هم مشخص دیگه موهای بنده بود که نمیشد باش ویدیو ضبط کرد دیگه با اون وضعیت عمل و این چیزایی که داشتم ولی خوب شد که به نظرم یه وقت به ای افتاد باعث شد که شما بعد از اینکه قالبتون رو سایتتون نصب کردین رفتین احتمال زیاد با سایت کم کار کردین بیشتر باهاش آشنا شدین از این به بعد دیگه کاملتر و دقیقتر بخشهایی که بهتون توضیح میدم و میتونین باهاش کار بکنین و کاری که باید اجرا بکنین رو سایتتون امیدوارم واقعا همینطور بوده باشه تمرین کرده باشین یه سرکی یه کنجکاوی داشته باشین تو بخش مختلف سایتتون بریم سراغ سفارشی کردن سایتی که طراحی کردیم ببینیم سایتی که طراحی کردیم و چطور میتونیم سفارشی بکنیم خب وارد پنل مدیریت سایتمون میشیم آدرس سایتمون سلش پی ادمین امیدوارم سایتمون قطع نشده باشه که نشده رمزی که برای مدیریت وردپرس انتخاب کرده بودیم و انتخاب میکنیم و در نهایت وارد پنل مدیریت وردپرس اون خب ما تا اینجا سایتمون رو راه اندازی کردیم دیگه الان اگه وارد ویپرشیا.com بشیم اینجا میبینیم که سایتمون با اون قالبی که انتخاب کرده بودیم راه اندازی شد یه سایت فروشگاهی که البته شما میتونید به عنوان شرکتی یا هر سایت دیگه ای تغییرش بدین و ازش استفاده بکنید اولین کاری که انجام میدیم وارد بخش نمایش سفارشی سازی میشیم تو بخش نمایش سفارشی سازی میتونیم بخش های مختلف سایتمون رو سفارشی بکنیم به دلخواه خودمون یعنی تنظیمات کلی اون تمپلیت یا قالبی هست که نصب کردیم ممکنه شما بخش نمایش سفارشی سازی رو نداشته باشین یا اگه واردش میشین اینقدر آپشن توش نداشته باشین چیکار باید کرد کافیه وارد پنل مدیریت وردپرستون بشین توی این ستون سمت راست یه گزینه تنظیمات قالب حالا اینجا یا زیر مجموعه بخش نمایش دارید که میتونید باهاش وارد تنظیمات قالبتون بشین تنظیمات اون قالبی که رو سایتتون نصب شده معمولا یه همچین صفحه ای یا یه صفحه یه تنظیمات ساده تر باز میشه و میتونید ازش استفاده کنید اگه قالبتون اهوراست که تنظیمات دقیقا همینا هستن وارد بخشهای مختلفش میتونید بشین و تنظیمات سایتتون رو تغییر بدیم. هر قالبی تنظیمات متفاوتی داره یعنی شما اگه یه قالب نصب یه سری آپشن میبینید یه قالب دیگه آپشن کمتر یا بیشتری داره ولی به طور کلی شما اگر وارد مثلا قسمت تایپوگرافی بشین میتونید فونت قالبتون رو تغییر بدین به هر فونتی که میخواین فونت دلخواهتون انتخاب میکنید فونت بخشای مختلف سایتتون تغییر میکنه به اون فونتی که انتخاب کردین مثلا این فونت میشه مثل سایت میهم وردپرس و توی قسمت های مختلف مثلا قسمت سربرگ میتونید تنظیمات مختلف رو انجام بدین که هر قالبی میشه گفت ده ها یا صدها تنظیم مختلف داره تنظیماتش رو باید واردش بشین چک بکنید ببینید هر تنظیم برای چه موردیه طبق اون چیزهایی که مد نظرتون هست تغییرش بدید یه چند تا تنظیم هست که اینا به صورت مشترک بین تمام قالب ها وجود داره ابزارک ها و فهرست ها که فعلا کاری بهش نداریم تو جلس های بعدی در موردش صحبت میکنیم یه قسمت داریم تنظیمات ووکامرس اگر پلاگین ووکامرس رو سایتتون نصب که یه پلاگین فروشگاه ساز هست به کارتون میاد که تو دوره آموزش ووکامرس کامل در مورد این پلاگین صحبت کردیم این تنظیمات مربوط به ووکامرسه که حتما انجامش بدین اگه و رو نصب کردین یه تنظیم داریم به نام هویت سایت که یه عنوان سایت یه معرفی کوتاه هست و یه نمادک سایت این نمادک سایت خیلی مهمه قضیهش چیه ببین شما وقتی مثلا google.com رو باز میکنی طبیعتا کنار این گوگل که حالا برای من ارور میده چون از وی استفاده میکنم یه آیکون داریم اینجا حالا هم هستش با وجود خطا ببینید یه آیکون اینجاست یا همون گوگل یا مثلا می هم وردپرس اگه باز کنید این کنار یه آیکون لوگوی میهم وردپرس رو میبینید یا مثلا مایکروسافت دات کام رو اگه باز کنید اینجا آیکن مایکروسافت رو میبینید کنار این بروزر یا آره این آیکونه ببین میگیم فاو آیکون یا نمادک که سایت که از این قسمت میشه انتخابش کرد یه آیکن یه نماد با سایز 512 در 512 پیکسل باید انتخاب بکنید از اینجا به عنوان نمادک سایتتون حالا فعلا من چون آیکونی ندارم یه عکس ساده رو انتخاب میکنم برشش میدم به عنوان نمادک سایتم انتشار رو میزنم ببینید همین الان اومد اینجا قرار گرفت این نمادک سایت یه چیز مهمیه که خیلی میخوانش نمیدونن از کجا باید انجام بدن تنظیماتش رو قسمت قسمت های مختلف دیگه ای هست که اینا مربوط به تنظیمات قالبه میتونین واردش بشین هر تنظیماتی رو که میخواین برای قالب سایتتون انجام بدین به طور کلی میخواستم بهتون بگم که هر قالب یه تنظیمات داره معمولا تو قسمت نمایش سفارشی سازی یا یه قالبتون یه قالب استاندارد و روال باشه از اینجا میتونین تنظیمات مختلف مربوط به سایتتون رو انجام بدین و به صورت زنده سمت چپ صفحه ببینید مثلا من وارد قسمت لوگو و استایل میشم رنگ اصلی غالب رو تغییر میدم به مثلا به مثلا بنفش خب حالا ببینید بخش های مختلف سایتمون مثلا این پایین رنگ بخش های مختلف شد بنفش رنگ پس زمینه سایتمون رو مثلا ما میتونیم از اینجا تغییر بدیم ببینید رنگ پس زمینه کلی اون محتوای سایتمون تغییر کرد به اون رنگی که انتخاب کرده بودیم یا مثلا رنگ پس زمینه دکمه سبد خرید یا مثلا رنگ مثلا یه چیزی که حالا بیشتر تو چشم باشه مثلا رنگ پس زمینه متن انتخاب شده ببین الان اگه متنی ما انتخاب بکنیم رنگ پس زمینش آبیه درست من اینو مثلا تغییر میدم به قرمز از این به بعد اگه متنی تو سایتمون انتخاب بشه پس زمینه اون متن انتخاب شده قرمز رنگی اینو میتونید رنگ سازمانیتون رو انتخاب بکنید خیلی تنظیمات داره مثلا قالب اهورا تو هر نسخه ای هم که بچه دارن روش کار میکنن تنظیمات جدیدی بهش اضافه میکنن یعنی هر سری داره بهش آپشن جدیدی اضافه میشه که این باعث میشه شما روز به روز تنظیمات بیشتری برای مدیریت سایتتون داشته باشی این بود تنظیمات غالب وردپرس تو جلسه بعدی میریم سراغ جلسات بعدی میریم سراغ فهرست ها ابزارک ها چیزایی که بهمون کمک میکنن بیشتر و بیشتر بتونیم سایتمون رو مدیریت بکنیم